آخرین روزنامه‌ای که در ایران توقیف شد، روزنامه اصلاح طلب بهار، که حتی این بار پیش از آن که هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به تعطیلیش بدهد، خودخواسته اعلام کرد که به طور موقت منتشر نخواهد شد، تا اینکه روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات هم رأی به تعطیلی این روزنامه داد و پرونده‌اش را به مراجع قضایی فرستاد. اما آنچه که بهار نوشت و توقیف شد چه بود؟ این روزنامه چهارشنبه گذشته اول آبان مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی منتشر کرد به قلم علی اصغر غربی، دین پژوه و روشنفکر دینی و عضو نهضت آزادی ایران. از دید آقای غربی پیام قدیر معرفی امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی میگوید که اعتراض به مقاله روزنامه بهار هم دلایل و زمینه‌های مذهبی دارد و هم سیاسی. اگر امر ولایت به شکلی که آقایون میفهمند مورد سوال واقع بشه، اساس نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی رسمی آن به چالش کشیده میشه، چرا که میدونیم جمهوری اسلامی ستون اصلیش ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فقیه هم از دل مرجعیت شیعه در آمده، مرجعیت شیعه هم از دل مسئله امامت و غیبت امام زمان و مسئله ظهور امام زمان در آمده، مسئله غیبت و ظهور هم که متکی هست به مسئله قدیر و ولایت. به هر حال همه چیز از قدیر و ولایت شروع میشه. با توجه به این که نظام های ایدئولوژی که بسته اجازه نمیدهند که اندیشه های دیگر که مغایر باشه با اندیشه های رسمی، از این جهت به شدت واکنششون میدن و سرکوب میکنن. مقاله روزنامه بهار تا کنون با واکنش های مختلفی روبرو شده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با اظهار تأسف از توقیف روزنامه بهار گفته است که توقیف یک روزنامه تنها راه اعمال قانون نیست. یک کمیته هماهنگی با مجلس داشتیم. محمد رضا عارف نامزد دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری که روزنامه بهار از حامیان اصلی او به شمار می‌رود گفته است که از انتشار این مطلب ناراحت شده و روزنامه بهار هیچ ربطی به او ندارد. اظهار نظری که با واکنش برخی دیگر از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان مواجه شده. روزنامه ابتکار در سرمقاله روز سه‌شنبه خود نوشته که موضع‌گیری آقای عارف در مورد انتشار مقاله بهار که بسیاری او را پدر معنوی این روزنامه می دانند، اشتباهی تاکتیکی است که می تواند به خطر افتادن سرمایه اجتماعی او را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان که دیدگاه های سیاسی نزدیکی به حکومت ایران دارد، امروز چهارشنبه در واکنشی شدید به انتشار این مقاله گفته که نویسنده گستاخ مقاله باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد. با این وجود علی اصغر غربی امروز در سایت جلسه در پاسخ به انتقادها نوشته که تنها بحثی نظری را مطرح کرده که پاسخش بحثی نظری است و نه به راه انداختن جال و جنجال. کوروش صحتی، صدای آمریکا.